مخلصانی عزیز، شما می توانید کلیپ و ترانه های جدید من رو از سامونه تجمیدیه نقطه تی جی دسترس کنید. CW تجمیدیه نقطه تی جی افریده های شو بیزنس در سامونه نو. قبلا تشریف شما رو مهر نگار عزیز به برنامه از دل به دل خیر مقدم میگویم و بسیار شادیم که درخواست مخلصان خیش رو و خواهش ما رو رد نکرده اومدید. خوش اومدید. شکر زیاد. عرض سپاس خود رو به هفته نامه زن و مرد و مرکز پرودوسری تاجیک میوزیک میرسانم و درودی خود را به کلی مخلصان عزیزم میرسانم. امیدوارم که برنامه جالب میاد. زنده باشید. سلامت باشید. خب سرول میخواستم درباره سفرهای هنری شما به خارج کشور چند حرف بزنیم، چرا که همگی میدونن که مهری نگار رستم زود سفر میکند به خارج مملکت، زود سفر میکند خب به فستیوال آزمونها و غالبیت به دست میارد، تحفه ها به دست میارد و فرهنگ و هنر دولت و ملت تاجیک را معرفی می سازد. چند سخن اطراف سفرها و خوب به دست آوردن همون جایزه ها می گفتید. تشکر زیاد. من درست خیلی کردید از خوردی در زیادی آزمون های بین المللی و چورابینی های بین المللی اشتراک ورزیدم و صاحب مدال های طلا و نقره و جایزه های اول گشتم. شکر خدا که موفق گشتم در همین آزمونایی که اشتراک کردم و البته که این دستاوردهایی که من آوردم همش برای مخلصانم، برای وطنی عزیزم می باشد و من کوشش میکنم که در آینده باز سفرهایم زیادتر شود و هنرمند، کار هنرمند همین است. بله. همیشه در سفر است، همیشه در چخل بویم جستجو است، همیشه در کنسرت ها هست و من کوشش میکنم که همیشه نامبرداری وطنی خود باشم. در چی طوری که قوت به توانایی هست میگویند، چقدر که توانایی دارم همون قدر صنعت تاجیک رو معرفی کنم در خارج کشور. بله. خب واقعا شما زیاد سفر میکنید به خارج مملکت و همون تماشابین بیننده که در تالارهای کنسرتی جمع میآیند، شما رو همچون یک تاجیک دختر، یک هنرمنده که از تاجیکستان سفر کرده اید، چگونه استقبال میگیرند، چگونه خوب قبول مینمایند، چه احساسات همون لحظه ها شما رو فرا میگیرند؟ البته وقتی که در سفرهای خارجی من لباس ملی رو و سرودهای ملی رو پیشکش می نمایم، با آنها بسیار پسند می آید، آنها با وجد می آید، چون که بسیار از نقش نگارهای چکن، از مثلا وقتی که من به دوتار برآمد می کنم برای آنها بسیار جالب است، آنها بسیار از من پرسان می شوند و من البته که همیشه معرفی میکنم همه صنعت تاجیک رو. خوب باره شده است که هنگام سفر و اشتراک در یکان فستیوال آزمون لباس ملی نه اروپایی ببر کرده باشه. البته، لیکن زیادتر من لباس های ملی اطلس چکم ببر میکنم بسیارتر، لیکن در وقتهایی که مثال بیرون از کنسرت ها می شود من البته که لباس های اروپایی کمی ببر میکنم. خب اینجا سخن اطراف دوتا رفتن، میخواستم بدونم که از چند سالگی مهری نگار رستم خب نواختن همون دوتاری تاجیکی ملی رو آموختن، از بر کردن و معرفی ساختن. واقعا شما یک دوتا رو با یک مهارت بلند می نوازید، اجرا میکنید و صدای همون دوتاری که شما اجرا میکنید خیلی فورا به گوش میرسد. دوتار نوازی در اوله ما ارسی است و شاید از این سبب باشد که من یاد گرفتم. شادروان بابایم استاغلام یکی از دوتار تراشانی مشهور بودند، استای دوتار، و شادروان بابایم رستم عبدالرحیم که در نواختن دوتار همتا نداشتند، مثل اون کسی نمی نواختند و باز پدرم نیز در همین ساحه نوازندگی دوتار می نوازند و شاید از این سبب باشد که من دوتار را آموختم.
وقتی که 5 سال داشتم در آزمون به من جای دویم رو دادند و من زیاد گریستم و مادرم به من گفت که اگر خواهی که صنعتکاری اصیل شوی همین است ببرو یاد گیر. من در مدت 10 روز اگر بدون سردی معمولی از کرتک گلی گلی نه استاد گلچهر سازی خواهین سرد رو میسرن همین سرود رو در مدت 10 روز یاد گرفتم. 5 سال داشتم و باور کنید اگر نخونهایم خون می اومدم خیلی از نواختنی زیاد بله در مدت 10 روز یاد گرفتم همین خیلی بعد آهسته آهسته نواختنش رو باز هم بیشتر خوبتر یاد گرفتم. زنده باشید. چون سخن اطراف غالبیت و دست آوردن مهرنگار رستم یک دخترک نازنین یک دخترک که واقعا توانسته که صنعت ملی رو هنر ملی رو فرهنگ ملت رو در خارج کشور معرفی بسازد رفت و میخواستم بدونم که اگر مخفی نباشد شماری همون جایزه های شما به چند رسیده است؟ راستیگه حسابش رو گم کردم زیاد است به نهایت زیاد است. اکنون فکر کنید که از سینی 5 سالگی علاقه 17 سال می شود که من در صحنه هستم و تا همین روز من همیشه در آزمون ها در چورابینی ها در ایواردز ها اشتراک ورزیدم و صاحب جایزه های زیاد گشتم. بله. بسیاری ها می گویند که اون نفری که تقا دارد اون نفری که مبلغ دارد می تواند غالبیت و دست بیارد. اندیشه شما در این خصوص چگونه است؟ چون جایزه های زیاد را صاحب گشتید چین عقیده دارید در این خصوص؟ باور میکنید من همیشه به خداوند تکیه میکنم نه به تقه رو به رحم خداوند. چون که همیشه وقتی که من در همین آزمون های اشتراک میکنم راستی گپ تاجیکستان رو به نهایت با چشم کم میبینند وقتی که میبینند مثلا از تاجیکستانیم وقتی که سرود میخونیم وقتی که برآمد میکنیم بعدا در حیرت میافتند که تا این درجه تاجیک مردم تاجیک صنعتی والا دارد. و من راستی گپ پیش از برآمدم همیشه دعا میکنم همیشه از خداوند امید میکنم که خداوند مرا به اقبال نکند چون که همین مرا دلبرداری میکند پیش از برآمدم به صحنه و خدا را شکر که همیشه چقدر موفق شدم. خوشبخت باشید. تشکر. خدا کند که همیشه موفق باشید دست بالا باشید و همیشه مثل همین روزها و همین لحظه ها معرفگری صنعت تاجیک فرهنگ ملت باشید. خب در برای زود زود سفر کردن شما بسیاری ها حرف میزنند و حتی میگویند که یک دختره خب جوان از کدام حساب اینقدر سفر میکند اینقدر کار و فر دارد اینقدر لباس های زیبا ببر میکند و حتی چون شما دوام یک سال اخیر زیاد فعال گشتید زیاد سرود و کلیپ های دیدنی و شنیدنی تهیه کردید واقعا توجه مردم زیاده گشت به شما و همین سخن رو بیشتر میشنوم که میگویم از کجا میارد مهرنگار یک دخترک جوان. خب میخواستم اطراف مبلغ گذاری های صنعت شما هنر شما کلیپ های شما چند سخن گفته باشید؟ فکر یعنی... میکنم این سوال زیاد با مخلصان جالب است. بله بله. خب همین سفرهای هنری که من بسیار طول اینقدر وقت کردم همشون سفرهای حکومتی بودن مثلا سفرهایی بودند که فستیوال ها بودند که از طرفی همون چورابینی های آزمون سرپرستی کردن میشدند. بله. و بعدا من هنرمند که هستم همیشه باید در جستجو باشم همیشه باید نوگونی کنم و همیشه باید وقتی که در صحنه میبرایم باید خودم را نگاه کنم لباسی ببر کنم که مثلا در بیرون هیچ کس نپوشیده باشد و من بسیار تابم نازکی هست زیاد با لباس پوشی در صحنه توجه زیاد دارم و من اما از کدام حساب؟ از حساب خودم همش راستیگر من سپانسر ندارم. من تا همی روز با دستگیری اویلم با دستگیری مادرم من همه همین سرود و لباس هایی که ببر میکنم و میخونم از حساب مهنت خودم است. بله. اما مردم میگویند که مهرنگار رستم رو کدام یک مردی ثروتمند مبلغ گذاری میکند و حتی ماشینی قیمت بها پورش خریده است برایش. راستی گپ اطراف این موضوع بسیار مردم حرف میزنند. حرف میزنند.
راستی گپ تو همین روز من از یگان مرد یگان کمک نجستم. و خودتون میدونید که وقتی که مثلا از یک کس که این خیلی چیزی گرم بهورا گرفتی باید مثلا در خدمت او باشی. در خدمت او باشی خودتون میفهمید. من اصلا نمیبیم. و من خدا رو شکر که در توی معرکه های اشتراک میکنم. در زیادی کنسرت های خارجی اشتراک میکنم و از این حساب من برای خود ماشین خریدم. من از سینی پنج سالگی در صحنه هستم و راستی گپ اول فکر کردم که همین خیلی ماشینی گرانبها رو نگیرم و زیاد فکر کردم که اطراف من مثال اوزه های نمقدر خوب میگویند مردم و باز ایستادم فکر کردم که چرا نه و باز امین ماشین رو گرفتم برای خود. البته که امین خیلی شد اوزه ها زیاد شدن لیکن همه این از حساب مهنتی خودم است از حساب کنسرت و معرکه ها. بله خوب چون اطراف اوزه ها حرف زدم اینجا میخواستم بدونم که مهرنگار رستم که یک دختره که جوان است اما خیلی موفق است دست بالا است خیلی محبوب و مشهور است چگونه قبول میکند اوزه و هنگامه هایی را که عموماً اساس ندارن اما ورد نام او پهن میگردن. میدونید وقتی که به صنعت قدم مینهی باید که مادرم میگویند که صنعتکار شدن آسان نیست باید دلی با قوت داشته باشی عصبی با قوت داشته باشی برای همین وقتی که خرد بودم زیاد گریه میکردم یگان خبری بدی برای خود میشنویدم گریه میکردم رو افتاده میشدم دلم میموند از همه چی وقتی که باز سین و سال رفتن میگیرد باز چخل گویم بعد میفهمی که باید رو افتاده نشوی چونکه وقتی که هنرمند موفق می شود دشمن زیاد دارد دوست و دشمن زیاد دارد خوب برای همین باید رفتاده نشوی باید همیشه وقتی که یک گپ گفتم باید که با یک سرودی نو با یک کلیپی نو با یک همین هنر خود نشان بدهی فکر شخصی من همین است من رفتاده نمی شوم من برعکس خرسند می شوم چون که من در صنعت خوب با یک مرتبه رسیدم که در برای من گپ میزنم باید گپ زنم واقعا باید در برای مهرنگار رستم حرف زد خواه سخن خوب باشد خواه گنده باشد یعنی زندگی من برای اونها جالب است بله واقعا در برای هر نفر حرف نمیزنم نوبسته از اون که بله. حرف خوب است یا بد و میارزد که در برای مهرنگار کتاب ها نویسان سخن های زیاد گفت چون او از خوردی روی صحنه هنر آمده تا امروز صنعت ما تاجیکان فرهنگ ما تاجیکان و انعنه های ما تاجیکان رو نه تنها در کشور بلکه بیرون از آن معرفی کرده و آینده خواهد کرد. خوب زنده باشین بار دیگر خوش آمدین. اینجا سخن درباره دوست و دشمن رفت میخواستم بدونم که رقابت چگونه است و آیا مهرنگاری رستم رقابت را در جاده هنر، صنعت، سرود و موسیقی احساس کرده است چون یک دخترک جوان است اما به زینه های بلند صنعت رسیده فکر نمی کنم که رقابت نباشد یا رشک نباشد یا بخیلی نباشد. درست قید کردید. در همه کار چطوری که گفتم دوستم هست دشمن هست را به رقابت نمی شود. لیکن من رقابتی را می پذیرم که رقابتی با هنر باشد. که مثلا با هنر رقابت کند مثال رقابتی که از پشت میکنند و مثال یگان بدی میکنند نسبت یک نفر دیگر من این خیلی رقابت رو نمیپذیرم و برای همین شخصا در من رقابت نسبت یگان هنرمند ندارم و من همیشه آرزو میکنم که هنرمندانی ما همیشه باز پیشرفته‌تر باشند همیشه در جستجوی سرود باشند من راستی گپ رقابت را دوست نمیدارم چون که از خودم باوری دارم. بله خوب اگر یک سوال رو نپرسم میکفم. من از گپ زنید نکفید. میگویند که مهرنگار رستم را رهبر کدام یک کارخانه با نفوذ تاجیکستان کلین میکند. فقط راستش را بگوید که کی باشد
و آیا شما همین آوازه ها رو شنیده؟ همین میش میش ها با گوش شما و یا مادرتان یا اهل خانواده میرسن؟ دستی گپ کم تر شرم داشتم بجا میکنن بیاد همه گپ رو نگویم ما میخواییم همه چی رو فهمیم من میخواهم چون این سوال این آوازه ها این پرسیش ها رو من نه دیگران میپرسن دیگران خب حرف میزنن گپ میزنن و بسیار حتی به سامانه های ما به رقم های ما به اداره ما مراجعه میکنن مکتوب مینویسن زنگ میزنن و میپرسن که شما از مهرنگار پرسون شوید که آیا راست است راستی گپ اطراف شوهر کردن من زیاد گپ هست و وقتی که چه خیلی که میدونید دختر کلان شود علاقه خواستگاری میایند و بسیار کس در نقشه دارد که همین دختر رو به زنی گیرد ولی زیاد است نفرانی که از اویله های سروتمند نیست از اویله های دیگر میانه نیست طب بسیار هست اما من میخواهم که همون نفر مخصوص رو بدونم که من نمیتوانم که همه چی رو رشد بگیم لیکن خواستگار زیاد هست لیکن من حاضر یک نقشه دارم نقشه من همین است که کنسرتی یگانه خود رو برگزار کنم بعدا از پای فکر شوهر کنیشم میبینیم خیلی این چه خیلی گویم خداوند در تقدیر من کهی که نصیب دانسته باشد همون وقت من شما رو با در توی دعوت میکنم شما میتوانید حتما به من توی نباید برگزار بگردم سلامت باشه خب همین شماری خواستگارهای مهرنگاری رو سم بچه هم رسیده باشد شما چی فکر دارید؟ یا این رو از مادراتم پرسیم شما خودتان چی فکر دارید؟ خب از هنر شما، از استعداد شما، از چهره شما، از زیباگی شما میتوانم شما رو شماری خواستگارها را به میلیون برابر کنم اما من نمیدونم که شاید از میلیون زیاد باشد امی خیلی است خب شما خودتان به سوال خود جواب دادید خب آیا همون قلبی نازک قلبی خوب طور مهرنگار گفتم قلبی با قوت او را یکان جوانی به دست آورده و آیا هست همون نامزده که مهرنگار خوب دلش پر باشد که همسفر آیندهش یک جوان مردی برومند است با تعلیم است با تربیه است دارای علم و دانش و فرهنگ و مدنیت است و میداند که کدام وقت ساعتی نباشد با او اویله دار می شود ازدواج می کند خدا کند که همین خیلی آدم پیدا شود من نیز در فکریان هستم که اون نفری که باید در آینده شوهری من شود باید بسیار چه خیلی گویم رحم دل باشد بسیار با تربیه باشد زیاد مثلا زبانهای خارجی رو بداند و مهم با سواد باشد و باز مهم اینش هست که یک نیوانس دیگر دارد که باید در وضعیت من دارد چون که من صنعتکار هستم کم بغل باشد یا بوی دوره ماشینی بعد بوی ما باشد انسان باشد مهم انسان باشد وقتی خداوند به انسان عقل داد و صاحب همه چی میشود آره واقعا خوب خدا کند که هر یک جوان هر یک دختر تاجیک صاحب بخت شود صاحب تخت شود و همون ارزوهای سبز قلبش عملی بگردند مهرنگار عزیز اینجا اطراف زباندون بودن همسفر آینده تون حرف زدید چون من میدونم و همگی میدونن که شما چندین زبان رو میدونید بله میدونم این لازم میتونید همون سرودهایی که خوب زمزمه کردید با زبان روسی، انگلیسی، خوب خیتایی، ترکی، اوزبکی، هندویی زمزمه بکنید فکر میکنم اگر با تمامی زبانها بخونم برنامه ما با آخر میرسد خب شاید شما یکیش رو مخصوص انتخاب کنم برای شما بخونم بگذار عربی باشد عربی باشد؟ بله مایلش لمنشكي حالي اللي شغلتي بالي بيت سهران ليالي مفكر فيك لمنشكي حالي اللي شغلتي بالي بيت سهران ليالي مفكر فيك عربي تصور کرده و گمون کردم که یکی از اسکار کردم که قهرمانم و گیری هم اومد هرچند که معنی این سرود رو من نمیفهمم
سرود عاشقی است. خب میرنگار، چون شما با چند زبان سرود خوندید و بعضی ها بسیار از سمانه های اینترنتی میخونم که بعضی ها تحقیر میکنن شما رو، حرف های نوسازو نوجا میزنن اطرافی همون سرود هایی که شما میخونید، هرچند که شما به های من امین است که از همون هنرمندان دیده خوبتر و والاتر و بهتر سرودید، اجرا کردید، ولی بعضی تنگ نظران، تنگ فکرانی هستن که شما رو دوز میگوین، میگوین که توجی کچی و سرودی عربی و یا هندوگی خوندنش چی؟ اندیشه شما در این خصوص؟ اکنون من با مخلصان عزیزم میخوام در این باره کمی معلومات دهم. راستی گپ، سرودی به زبانی خارجی خوندن، علاقه همه میدونن که سرودی خارجی است، سرودی من است، چون که من به همان زبان میخونم. من واضح کرده میخواهم با همون تنگ روشونی که همین فکر رو میکنن برسانم که این واقعا دزدی نیست. وقتی که سرود رو در سطح عالی میخونی این دزدی حساب نمیخورد، و وقتی که مثلا مهمونه خارجی به تاجیکستان میایند، تشریف میارند و ما هنرمندان مثلا با زبانهایی که همون دولت ها است مثلا سرود میخونیم، آنها بسیار شاد میشوند. و مثلا یک دو سه روز پیش در یک چورابینی بودم و مهمونانی از ایتالیا بودن و من یک اپرای ایتالیایی خوندم، اونها در حیرت موندن که دختری تاجیک همین خیلی در سطح بلند با زبان ایتالیایی سرود میخواند. و این البته نه تنها افتخاری من است و افتخاری تمام مردم تاجیک است، و میخوام برسونم که نه هر کس میتواند با هر زبان سرود خواند، و من افتخار میکنم که این هنر رو خداوند برای من داده است. خب میخواستم بدونم که مهرنگار رستم تا امروز نفری رو دوست داشته است، عاشق شده است و در قلب کوچک و نازکش محبت مهر از نفری هست. البته که در زندگی به عشق نمی شود، هنرمند عاشق نباشد سرود ایجاد کردن نمی تواند. پس مهرنگار رستم عاشق کی باشد؟ کی رو دوست می دارد؟ من به شما لکه جواب دادم، شر نیست همش رو گیرم. تماشابین عزیزی برنامه از دل بدل و مخلص و دوستداران شعر و ترانه مهرنگار رستم بدانن که، لیکن من یک چیز رو میخوام بگویم که اون سرودایی که من میخونم زیادی مخلصان فکر میکنند که این سرودها به من دخل دارند، لیکن من دردی مردم رو میخونم زیاد. به من مثلا میگویند که اپا مهرنگار در همین موضوع عشق، در موضوع غریبی، در موضوع مادر، یا زیاد از موضوع ها که شما برای ما سرود بخونین، من البته سر فکر میافتم و برای مخلصان همه این سرود ها رو میخونم، برای خودم نه. من باور نمیکنم. این اختیاری شماست. باور نمیکنم. اختیاری شماست. چون یک دخترک نوزنی در پهلوی من نشسته و یک دخترک واقعا موفق و با ابرو، اگر عاشق نشده باشد یا نفر رو دوست نداشته باشد ناممکن است. چی تبریکی گفتم؟ دل من رو به دست آوردن زیاد مشکل است، بسیار دل من نازک است. خب برنامه ما که از دل به دل عنوان دارد، شاید بعدی دیدن این برنامه که مهرنگار رستم است، مهمان ما همون صاحب قلبی مهرنگار و همسفر آینده او نیز پیدا بگردد، و ما امید میبندیم که همیشه قلب های نازک بانوان تاجیک، دختران نازنین تاجیک تنها نباشند و عاشق باشند، دوست داشته باشند، دوست دار باشند، عزیز باشند. آمین. لیکن من فکر نکردم شما اینقدر به من سوال های شخصی میدهید، مثل همین پیراهنم سوپ سرخ شده. خب مهرنگار، امروز پای چی کار و مشغولیتید؟ کجا فعالیت دارید؟ با چی کارها بندید؟ چی روزگار دارید؟ کمی در برای همین حیات امروزه خود با ما قصه کنید. من دست شما سوختم. این سوال رو یک طرف میمونم، در برای همین دست کم و کک قصه کنید که سیاه کرد. این سیاه نیست، این سرخ است، نمیبینید؟ سوختگی. من درست پیش کمی سر و سیما شدم، لباس خود رو درزمال کردم و بعدا درزمال رو در روی دیوانم همین خیلی موندم، در روی شیشتم که همین خیلی در روی دستم افتید و خب سوختم، زیاد درد کرد. کریم نمونیده؟
راستی گپ کادر نمایان نشود. راستی گپ پیش از برنامه من کرم نمودم چون که خیلیم کمی درد میکند، سوزش دارد و از این حساب خیلیم خیلی از این حالتای نگوار زیاد با من رخ میدهد. از سبب که سراسیما هستم، یعنی که اکور رو سراسیما میکنی از این حساب میشود. خوب بیننده عزیز، شما واقعا باور کنید که دست مهری نگار رستم سوخته است. همینقدر افتاده شده. او سیاه نیست، او سوخته است. خوب اکنون میگذره و همون سوالی که پیش از دیدن این منظره سوال کرده بودم. فراموش کردم رسیگر. امروز چی فعالیت دارید؟ کجا کار میکنید؟ چیگونه روزگار دارید؟ خب مثل دختران در خونه میشنم، یکون کار خونه رو میکنم. و کنسرت ها باشد باز با کنسرت ها می روم. از پای سرود های نو هستم، سبتی سرود های نو کردم یک چند سرود رو و باز از پای کلیپ های نو هستم. زیاد از دوادوی من رستیگه، من باز بر زمین قدر دوادو هایم باز دانشجو هستم، درس می روم مثل دیگر دانشجویان، هر روز فعال هستم. کجا می خونید و این چندو معلوماتی هست که مهری نگار؟ من معلوماتی اول کنسرواتوری ملی تاجیکستان رو ختم کردم، 5 سال تحصیل کردم. بعدن راستی گپ دوست نمیدارم وقتم رو خالی گذرانم، از این لحاظ من باز حقوق شناس پریدم و در کورس دوم میخونم. عین حال خوب آینده مهری نگار رستم همچون سراینده فعالیت خواهد کرد یا حقوق شناس؟ اکنون این رو وقت نشان میدهد، لیکن من از سند هیچگاه دست کشیدنی نیستم. خوب اگر آینده شما اولادار شوید و همسر شما شرط گذارد که حتما از صحنه دور می شوید، دست می کشید؟ برای همین از همین حساب من زیادی خواستگارها را رد کردم. یعنی که اون نفر می تواند دل نازک چی طوری که گفتم باید که هنری مرا درک کند اون شخصی که مرا می گیرد. فراموش نکنید که اون جوان میتواند قلب نازک این زیبا صنم صحنه هنر را به دست بیارد که خوب پیش راه صنعت او را نگیرد. حتما اجازه بدهید که مهری نگار هنر و استعداد و خوب صنعت خویش را ادامه بدهد و خدا کند که چنین مرد پیدا بشود در حیات مهری نگار رستم. ما امین میکنیم. مخلصانی عزیز، شما می توانید کلیپ و ترانه های جدید من رو از سامونه تجمیدیا.تیجی دسترس کنید. www.tajmedia.tj آفریده های شو بیزنس در سامونه نو. یک گروه غریبچه ها از فدراسیون روسیه سوال کرده که مهری نگار رستم همون سرود غریبی رو خیلی با مهارت بلند سروده و خوب توانسته که قلب ما رو به دست بیارد، ما رو مخلص همون صدا و سیما و استعداد بلندش بگرداند. اما اینجا می خواهیم پرسان شویم که مهری نگار آیا در نقشه دارد که باز یگان سرود غریبی بخواند و اگر امکان داشته باشد دو مصرع از همان سرود زمزمه بکند. از نام قربان علی و یک گروه غریبچه ها از فدراسیون روسیه. درودی گرم و جشن خود را به کلی غریبان میرسانم که از وطن دور هستند و تمنا دارم که همیشه خداوند آنها را نگهبان باشد و هر چیز زودتر به وطن عزیزمان برگردند. و زیاد خوشحال هستم که اجازه من به شما پسند است و مخصوص سرودی غریبه که من بهری شما پیشکش نمودم و بله میخونم یک چهار مصرعش رو. سنگای سری ناور سیل آوردی، تقدیر غریبی را دلیل آوردی، ای ملکی غریب دادری ره دوری ما، ای میوه سنجید همه لاوردی، ای دادری ما الهی زود برگردد، کاش خاک بگیره روی کفش زرگردد.
تمنا دارم که همیشه آباد باشند و به همه آنها صبر جمیل آرزومندم. سلامت باشید، اما با سوالی که آیا در نقشه دارید یک سرودی غریبی باز بخونید؟ خب پاسخ نگرفتین. کوشش میکنم که در آینده با یک سرودی غریبی دیگر، البته اگر که آنها خرسند شوند چرا نه، با یک سرود توانم دلی آنها رو شاد کنم، حتما میخونم، وعده میدهم. جوان دیگر که نامش رو اینجا افشا نکرده است، البته بعد دیدن این برنامه شرم میدارد، به همین خاطر نوشته که من برابر روی صحنه آمدن مهرنگار یک مخلصش بودم، دوستش میداشتم، ترانه هایش را زود زود گوش میکردم، تکرار به تکرار به دلم نمیزدند، اما امروز من مخلصی سرود و صوت و نوا و ساز و راز مهرنگار نیستم، عاشق دیوانه و شیدای او هم. و اگر من مادرم را به خواستگاری بفرستم، آیا مهرنگار مرا قبول میکند؟ محبت مرا درک میکند و خوب با من ازدواج می نموید؟ چگویم نمیدونم. شما مرا در خجالت مانده. چگویم؟ از آمدنم تنها در همین موضوع ها صحبت میکنید، کمی پشایمان شدم. راستی گب کمی چخل گویم، کمی رفتاده می شوم که مثلا نفری که یک کس را دوست می دارد به دوست داشتهش نمی رسد، واقعا زیغ می شوم، لیکن من رو زیادی آدمان دوست می دارن و من یک تا هستم، مثلا من نمی تونم به همه برسم و در این بوره هیچی گفتن نمی تونم، لیکن من ارزو می کنم که هم آدمانی که عاشق هستن اون نفران ارزو مندم که به معشوقاشون برسند، به دلداده‌هاشون برسند آرزومندم. و من البته که عشق هر یک مخلص رو، کسی که من رو دوست می‌دارد، البته همه آنها رو احترام میکنم. تشکر زیاد به همه شما. نام من مهرانگیز. مهرنگار رو به حد زیاد دوست می‌دارم. تشکر مهرانگیز جان. سرودهاش برای من پسندن. اگر بیمار شوم، صدای مهرنگار، سرودهای مهرنگار ما رو دوام می بخشن. اما بسیار می شنوم که می گویند که مهرنگار رستم هوا بلند است، خودخواه است، کتگینوک است. من از شنیدن این سخنان جگرخون می شوم، غمگین می گردم، اما نمی دونم که این گفته ها حقیقت دارن یا نه. می خواستم مهرنگار رستم، هنرمندی دوست داشته من و هزاران هزار نفر، به این سوال پاسخ بگوید. تشکر زیاد مهرانگیز جان برای سخنهای صمیمی. من بسیار شاد هستم که برای تو سرودهای من پسند است و من آرزو میکنم که هیچگاه بیمار نشوی. و من راستی گپ خودم رو تعریف کردن رو دوست نمیدارم. نمیدونم در این باره چی بگویم، چون که فکرانی هر یک نفر هر خیل است. مثلا میتوانند که نادرست فکر کنند. زیادی آدمانی هست که وقتی با من هم صحبت میشوند، مرا میبینند و فکرانی خود را ایواز میکنند و من در این باره چی گفتن نمیتونم. و مثلا این فکری هر یک انسان حقوق دارد که فکری شخصی خودش را داشته باشد نسبت یک انسانی دیگر، و من در این باره هیچی گفته نمیتوانم، لیکن من بسیار خاکساری را دوست میدارم. خوب مهرنگار جان، یک نفر دیگر با نام قربان علی که مخلص شما بوده است سلام قربان علی، ترانه بیمار مشو مادر مهرنگار خیلی به من پسند است و هرگاه گوش به این ترانه میدهم همون مادر بیمارم پیش رو میآید و اشکی خوب حسرت میریزم، اشک خونین میریزم و بسیار غمگین میشوم. واقعا مهرنگار این ترانه را خوب سروده است، اما نمیدونم این ترانه را به کی بخشیده است. برای مادر خود بخشیده است یا البته این دردی سنگین است. من این چیز را احساس میکنم چون که یک شش ماه پیش بیبیم را از دست دادم. بسیار یک دوره مشکلی رو پس سر گردوندم که تا حال به خود نامدم. راستی گپ این سرود رو نه در کردم، چون که بیبیم مثل مادرم بود برای من. اون کس من رو به وایه رساندن، کلان کردن، زیادی وقت با بیبیم وقت خود رو میگذروندم.
و البته این دردی سخت است و من آرزو میکنم که همه مادران صحت باشن و بالای سر فرزندشون همیشه مثل آفتاب درخشان باشن، هیچگاه بیمار نشوند و من این آرزو رو از صمیم قلب میکنم به آنها. خب تشکر زیاد. یک نفر مخلص دیگر شما که گل رفتار عنوان داشته است سوال کرده که مهرنگار وقتهای خالیگی به چی کار مشغول می شود و اگر دور از سرود و موسیقی باشد، فارغ از کار خانه باشد، چی مشغولیت دارد و چی بند می شود؟ با دوستانم کمی سیر و گشت می برایم. شهر ما چی طوری که می بینید زیاد تماشا باف شدگی است، ولی من وقتی خالی یافتم با همراه دوستانم به شهر می برایم، کمی سیر و گشت می کنم و باز در وقتهای خالیگی چی طوری که می بینید همه جوانا در اینترنت می شینند، کمی در اینترنت می شینم باز، یا اینکه سرود ایجاد می کنم یا اینکه اگون کتاب مطالعه میکنم، میخونم و زیاد کارهای هست که مثال میتونم که مشغول کنم. وزیر مثلا در وقتهای خالیگی بعضی وقت بسیار به زبانی هندوگی شوق دارم، زبانی هندوگی رو مختص دادم. بسیار است. با دقت تمام اون نفرانی که اطراف سرود و آهنگهای خارجی مهرنگار رستم حرفای نوسازا میزنن، حرفای نوجا میزنن، میرسونم که این هنر است، استعداد است. هر کس نمیتواند خوب سرود یک دولت و یک ملت دیگر رو اینقدر با مهارت و با یک استعداد بلند بخواند. من احسن میخونم به مهرنگار و افتخار میکنم که چنین یک صنعتکار داریم ما در تاجیکستان. و شما نیز عزیزان دل تنگ نظر نباشید، تنگ فکر نباشید، خوب رشک و رقابت و بخیلی رو یک سو گذاشته دستگیری بکنید چنین کادرها، چنین استعدادها رو، زیرا باریکج و منزل نمی رسد. اگر بخواهید که شما نیز موفق باشید در کسب و کارتان، شما نیز دست بالا باشید، شما نیز مثل همین دخترک نازنین که واقعا جوان است اما اینقدر هنر و استعدادی والا دارد، دست بالا باشید، آبرومند باشید، شهرتمند باشید، پس دلهای خیش را صاف بگیرید، تنگ نظر و تنگ فکر و بخیل و بد نشوید، زنده باشید. بار دیگر مهرنگار خوش آمدید و میخواستم اطراف همکاری های شما با هنرمندان، با آهنگسازان و تکمیلگران چند سخنی گفته باشیم. با کی ها در ارتباط هستید، در همکاری هستید؟ آهنگ های شما رو بیشتر کی ایجاد میکند، کی آماده می نماید؟ و چون گفتید که سرود های نو آماده کرده ایستادم، اگر مخفی نباشد تحت کدام نام ها؟ این حال من یک چند سرودی نو ایجاد کردم و یکیش آهنگ خودم است. اراده نقشه دارم که با کلیپش پیشکش مخلصان کنم. بعدن یک سرود دیگر شعرش از بازار صابیر است، آهنگش از دورانی رحمتزاد. اون سرود رو علاقه و مده ساختم و خدا خواهد این سرود رو من همین موهای نزدیک پیشکش مخلصان میگردنم و زیادی سرودهایم را نیز خودم ایجاد میکنم. خب چند اسباب ملی را میتوانید با آسانی بنوازید و یا از عهده نوازش برایید؟ راستی گپ از اون وقتی که من دوتار را نواختم علاقه در همه اسبابهای تاری میتوانم که بنوازم و باز گیتارم مینوازم، کمی پیانو مینوازم. مهرنگار جان بار دیگر خوش آمدید و برنامه از دل به دل. واقعا ما را شاد کردید که با وجودی کمی دیر کردن آمدید و تمام پرسش هایی که همان مشتریان شما، دوستداران هنر شما نوابسته از آن که به حیات شخصی شما دخالت داشتن پاسخ گردوندید، ما را و تمام بینندگان عزیز از دل به دل را فکر میکنم که شاد کردید. و دوام صحبت بودن سوال هایی که من از شما پرسان نگشتم و میخواستید که پاسخ بگردونید. اگر باشن زیاد است. اگر باشن، اگر گفتنی داشته باشید، مرحمت، نوبت به شما. من یک بار دیگر از شما تشکر بیان میکنم، به برنامه خود مرا تکلیف کردید و
امیدوارم که این برنامه پسند مخلصان عزیز میگردد. امیدوارم. و گفتنی دارم که من همه مخلصان عزیزم را از صمیم قلبم دوست میدارم و چه زحمت و کوشش هایی که سرود هایی که بهری مخلصانم تیار میکنم این تنها بهری شما هست و همیشه در محنت هستم و همیشه کوشش میکنم که دلی هر یک تای شما رو خرسند کنم و باز همه این اجازاتی که دارم همه که سرودهایی که می سرایم البته که از تینجی و آسودگی وطن هست و من آرزومندم که همیشه وطن عزیزی ما آباد باشد سربلند باشد همیشه جوانان تاجیکستان موفق باشند و مثل من با قله‌های بلند و آرزوهایی که در دل دارند برسند و همیشه آسمانی صاف بی‌غبار در تاجیکستان عزیزی ما باشد و همه مردمی یا هر یک فردی تاجیک همیشه خوشحال باشد خوشبخت باشند آرزومنده دوستداران برنامه از دل به دل با سخنان مهرنگار رستم هنرمند جوان اما موفق صحنه تاجیک شریک شده ایلوه میکنم که واقعا دولت ما کشور ما وطن ما روز از روز گلگل شکفان شده ایستاده است و سرور کشور ما اینقدر شرط و شرایط خوب رو بهر ما جوانان مهیا کرده و سال 2017 رو سال جوانان اعلان داشته که ما جوانان باید از این فرصت استفاده بریم و با استفاده از این شرایط علم آموزیم هنر آموزیم کسب آموزیم و بتوانیم که یک جوان موفق یک کادر خوب یک استعدادی که واقعا نامبردار این دولت و این ملت باشیم بگردیم و بار دیگر مهرنگار جان رو خوش آمدید میگویم زنده باشید موفق باشید سلامت باشید مخلصان برنامه از دل به دل هر سوالی که تا امروز با عنوان برنامه ما ارسال داشتید و میخواستید که از مهرنگار رستم سراینده پسند دلی خود پاسخ بگیرید ما پیشنهاد کردیم و مهرنگار نیز پاسخ های پورا گردانیدن و فکر میکنم که این برنامه به شما پسند خواهد آمد چون با تمامی سوال های خش از مهرنگار عزیز مهرنگار نازنین جواب پورا و درست گرفتید با دقت تمامی دوستداران برنامه عزیز به دل میرسانم که برنامه های باز هم از این هم جالبتر و دیدنیتر شما رو در آینده انتظارند و سوال و درخواست و پیشنهاد های خش رو طریق سامانه های اجتماعی ما و رقم هایی که در اکران های خش میبینید با ما ارسال بدارید حتما پاسخ میگیرید از دل به دل برای دل های بی‌قرار شماست